زندگی بین دیوارای شیشه‌ای سخته. هیچ چیزی برای پنهان کردن و تنهایی نیست. همه چیز در مقابل چشمای مخاطب. ولی ما این سبک از گفتگو رو انتخاب کردیم که پشت رو نداشته باشیم و بتونیم به دل شما بشیم. این یعنی از اولین قدمای ورود مهمان به استودیو تا خداحافظی رو بدون هیچ دیواری روایت کنیم. حالا این روایت هر بار شکل متفاوتی پیدا میکنه. روایت ما یه دایره داره که هر بار به شکل شروع میشه. این دایره از ورود تا خروج بین گریم و میز اصلی و کافه در حال چرخیدن. اما چیزی مهمتر از شیوه اجرای ما وجود داره و اون عکس العمل مهمان. آقای مسعود فراستی رو خیلی‌ها به نقد فیلم می‌شناسن. آدمی که سال‌ها پشت قلمش بود و روی کاغذ می‌نوشت تا اینکه بالاخره تصمیم گرفت با مخاطبش رخ به رخ بشه. مسعود فراستی رو از نقد تا زندگی یک کلمه مهم تعریف می‌کنه. متفاوت. امشب خودمون رو برای بداهه‌های مهمانمون آماده کردیم. سلام. به دومین قسمت رخ به رخ خوش آمدید. آره. اون تو من گریم نمی‌کنم. یعنی ساتون خیلی زیاده. آره. برای تصویر دارم. واسه تصویرم من گریم نمی‌کنم. خب حداقل پس بفرمایید بشینید خودتون یه نگاه کنید. باشه. اورمان تو اینم از این. شما آی فراستی نقش گرین رو در سینما چطور می‌بینید؟ چون بعضی از کارگردانا من می‌دونم که اصلا به گرین اعتقاد ندارن. می‌خوان همه چی خیلی واقعی باشه. کدوم سینما؟ سینما اینجا؟ بله. خب میگرم سینما نداریم. فیلم داریم آیا چند تایی فیلم داریم؟ سینما؟ بله. به گریم اعتقاد دارین شما؟ حرفه‌ایه. حرفه‌ای. تو سینمای حرفه‌ای حرفه‌ایه. این اطفارا که من علی گریم نیستم تو سینمای جدی یه خود شوخی. به زیبایی چهره بازیگر اعتقاد دارین؟ آره حتما. یعنی کمک بود؟ گریم اندازه بسیار خوبه. بعد با گریم میشه خیلی کار رو کرد که میکنن اون ماریا دیگه. سینما امریکا استاد این هست. فکر میکردم شما الان بفرمایید که خوش چهره بودن بازیگر پوانی نیست براش. حتما نیست. خوش چهره بودن به معنیه فقط پلاستیک رو نیست خوش چهره‌ای، به معنی شادابی، به معنی هماهنگی چهره است، به معنی جای کار داشتن چهره است. بعضی از چهره‌ها راه نمیدن بهت. یعنی این فرصت بده که گریم های مختلف یا تو نقش های مختلف باش. این کری جیم کری بله چیکار میتونه بکنه؟ همه کار. حالا جیم کری البته خیلی هم خوش قیافه نیست. نه نه خوشاینده چهرش، خوش قیافه نیست. بله بله. بازیگر خوش قیافه به نظر من کریگرانته. بله. تو ایرانی ها کی به نظر شما بازیگر خوش قیافه دیگه؟ البته من نیاز ندارم بازیگر الان دیگه نمیشناسم. دیگه نمیشناسم. الان دیگه نمیشناسم. لوری جان، آقای فراستی فرمودن که گریم نمیشن. ما میتونیم بریم به سمت میز گفتگو. بریم. بفرمایید. آقای کارگردان حسین جان. قربان برم. از نمیشه. بفرمایید. مرسی. بفرمایید. تمام. تمام. خواهش می‌کنم. من جام این مره. بله. من برم اون. بفرمایید. برای که اون حفره ازت میکنم. چه چیزایی شما دقت میکنید؟ بفرمایید. سیارم عالی. می‌بینی؟ من به این حفره توجه نکرده بودم. خب الان دیگه می‌کنی. خیلی هم عالی. خب الان راحت اینجاتون خوبه؟ آره، ولی میز بعدی. میز بعدیه؟ آره. بعده یا قبل از بعده؟ نه، واقعا میز بعدیه. بستن به دکور جدی مدرن داگویلی قضیه نمی‌خوره. این یهو میشکونه همه رو. این ممکنه توی خونه، توی جای خونه به درد بخورن، البته نه به این قد، ولی برای این دکور نه. حالا خیلی به نظرم بیرونه. تهیه کننده ما خیلی دوست داره این میزو، ولی خب نقد شما قبل از
قبل از بده، قبل از بده. آره واقعا فوله. کلیت دکور دوست داری یعنی؟ آره کلیت دکور خیلی با اینکه داگویلیه ولی من اذیت نمیکنه. خود دکور داگویل از خودش خوبه ها. اما وقتی داری تقلید میکنی یا میذاری جلوت کپی میکنی خراب میشه. این خراب نیست. یعنی من کافه رو دوست دارم. اون دو تا صندلی و اون میز اون کافه منهای اون چی اسباب بازی روش. دیواره خوبه. گریم هم خوبه جاش. خوبه. آقا این خوبه ها رو ما از در کلام شما خیلی کم شنیدیم. خودم هم کم شنیدم. آره اینا چیز میشه ها. اینا دیگه تیکه تیکش. این خوبه ها رو ما برمیداریم. یه جا میذاریم. میذاریم رو کل برنامه. کلیت برنامه. خوبه. خوبه. یعنی بالاخره دیگه نه هیچ مشکلی نداره. خوبه رو چون خیلی کم میشنویم تو تدوین در میاریم جابجا میکنیم. دیگه به نظرم از اینجا به بعد یه ذره مواظب خوبه گفتن باشین چون خیلی شنیده نشده از طرف شما. من مواظب چی نیستم. خب خیلی هم عالی. راحت باش. خیلی هم عالی. تا حالا شده در ارتباط با یک فیلمی نقدی بکنین و بعد احساس بکنین که تند بوده یا ازش پشیمون بشین؟ نه. ولی شده از یکی دو فیلم تعریف کرده باشم بعد دفعه بعد زده باشم. یعنی مثبت به منفی داشتم، منفی به مثبت نداشتم. میتونم توضیح بدم. بفرمایید. مثلا فرض کن تو دو جشنواره 50 تا فیلم میبینی دیگه. البته شما که نمیبینین. شما 10 دقیقه فیلمو میبینین بلند میشین. اصلا بعد این خودش شده یه ماجرا. یعنی من خودم توی جشنواره فرج فیلم داشتم و همینجور منتظر بودم شما بلند میشین یا نه. شما که 10 دقیقه 5 دقیقه میبینین تا 10 دقیقه بلند میشین دیگه. من رکورد 2 دقیقه هم دارم. خب چرا؟ خب برای اینکه تو دو دقیقه میفهمم طرف بلدی یا بلد نیست. من که دنبال قصه که نیستم، بلدی رو میخوام. وقتی بلد باشه هر قصه میخواد بگه. همون دو دقیقه سه دقیقه اول معلومه که کارشو بلدی یا نه. این هم پشتش فیلم حرفه‌ای و فلان هست اما هنوز نمیفهمه دوربین چیه، هنوز نمیفهمه نمای از دور یعنی چی، نمای نزدیک یعنی چی. خب من نمیشینم مگر اینکه مجبور شم نقدش کنم تا ده. اون وقت با شکنجه میشنم و انتقام شکنجه رو میگیرم. یعنی شما اوپنینگ فیلم در حد دو سه دقیقه به شما نشون میده که فیلمساز حالا شاید فیلمساز اوپنینگش غلط باشه ولی به مرور بتونه در جریان فیلم نمیشه عزیزم. وقتی تو دو سه دقیقه سه تا حرکت غلط دوربین داری، سه تا کات غلط داری، دیگه بقیهش روشن. بیان نقدتون تنده. جنسه در همه دیگه. چرا؟ این مال آدم است. من دارم خودم با خودم فاصله میگیرم. ادای کسی نیست و فکرم نکرده که این طرز نقد میگیره. من یادم اولین بار سر هفت جیرانی یه قرار با من گذاشت نشستیم یه کافه راجع به هفت حرف زدیم. خب سه تا برنامه هفت که رفت گرفت. بهش گفته بودن آقا با فراستی اون آدم نوشتار نقدای کتبیش هست و قویه ولی آدم گفتار نیست. تو من میدونم و گرفت. خب از همونجا این ادامه پیدا کرد. این نوع نقد، این آدمه، این لحنه، این تندیه، این تندیه اگر بهش بشه گفتم چون نظر من واقعا تند نیست. من نقدای کتبیم راجع به سینما ایران به مراتب تندتر، دو برابر حداقل تندتر رعایت میکنم. حتی با 20 درصد ترمز رعایت میکنم اما تندیه مال خودمه. من تو زندگیم همینطور. یه ذره عصبانی نیست؟ هر جا عصبانی باشه بده. یعنی اگه تو بگی که فراستی اینجا عصبانی، ضعفه. نه ببین، عصبانیت انصافا در کلام شما نیست، در بدنتون نیست اما در لحنتون هست. یه ذره زیاده رویه در
استفاده از بعضی از کلمات در ارتباط با بعضی از کارها چون میشه نقد و کرد. من فکر می‌کنم یه مقداری میشه بوده دیگه، من دیده بودم در مثلا در ارتباط با یک فیلمی از آقای مسعود کیمیایی یا در ارتباط با خیلی های دیگه، شما یه سری تیک کلام ها دارین که خیلی میشه یه جور دیگه هم گفت. البته من میفهمم این جواب داده، ولی یه مقدار تحقیرآمیزه قبل از بده. بعد به هیچ کس هم شما رحم نمی‌کنین، یعنی فرق نمی‌کنه که من یادم مثلا راجع به هامون آقای مرجویی شما گفتین فیلم بده ولی تاثیرگذاره، یعنی ولی مهمه حتی و مهمه، بله فرمودین اینو. یا ولی مثلا یه از یه لفظی در ارتباط با فیلم آقای کیمیایی استفاده کردین، خب میشد از اون واژه استفاده نکرد، جور دیگه ای گفت. بله الان که نگاه میکنی درست میگی، الان که نگاه کنی قطعا معلوم بشینم راجع به اون فیلم حرف بزنم و الان فیلمساز میاد جلو چشم و سن و سالش و احترامی که برای این همه سال قائلم. مرسی، این خیلی مهمه دیگه، چون من میدونم که هستیم. نمیشه کسی دغدغه‌ی سینما باشه و تمام فیلم‌های ایرانی مهم سینما ایران دیده باشه و یک چنین واژه‌ای استفاده بکنه در ارتباط اون فیلمساز. من ببین نه در مورد اون فیلم به خصوص عرض نمی‌کنم. نه نه ببین، من راجع به فیلمساز نگفتم، اشتباه داری می‌کنی. راجع به اون فیلم گفتی. تو آدم چیزی که من تو همین چند دقیقه که هم دیگر دیدیم آدم هم تیزی هستی، همین که میدونی چی داری میگی. خواهش میکنه. من اونجا راجع به فیلم گفتم، همچنان نظرم اینه که فیلم اینه که عرض کرده. ولی واژه رو میشه عرض کرد؟ یه ذره نمیدونم، دو ثانیه، سه ثانیه، چون من سریع هم فکر میکنم گذشت ازم که این واژه یا اون دیدم اینو رد کرده، این یکیه، تا سریع گفتم. هیچ قصد توهین نداشتم و نخواهم داشت. زمان برگرده باز از اون واژه استفاده میکنی؟ نمیدونم، نمیدونم. و الان خیلی ناراحتم از اینکه فیلم های بعدی این فیلمساز عزیز یکی از یکی بدتره. البته من حالا از یه زاویه دیگه نگاه میکنم. به هر حال این فیلمساز ها، چون من خودم تجربه کار با آقای مهرجویی هم دارم در اشباح. چقدر فیلم بدیه؟ خب حالا خوبه که حداقل ما قبل بد نیست. داره، ما قبل بد هم داره. بعد من آخه الان چه جواب میتونم بدم واقعا؟ ولی عرضم اینه که من نگاه هم اینه دیگه، این فیلمسازان بزرگ تاریخ سینمای ما احترامشون رو باید نگه داریم، از این جهت فقط عرض میکنم. مگه نه فیلم میتونه بد باشه؟ من به هیچ فیلم سازی، به هیچ فیلم، به اثر، یعنی نظر شما در ارتباط با آثاره. خب این خیلی خط مهمیه ها. من چون... بذار یه چیزی برات بگم که یه خود بحث رو میبنده دیگه. من بدترین منتقد عباس کیارستمی بودم، گفته بود که دو منتقد هستن که مخالف منن و جدیان، بقیه جدی نیست. یکی یه فرانسوی است، یکی یه ایرانیه که بدتر از فرانسوی. همه نقدان غیر از یه دونه اولیه منفیه، خیلی هم تونده، اما با خودش نهایت احترام. وقتی مریض شده بود واقعا زنگ زدم اون آدمی که نزدیک بود بهش، گفتم میخوام ببینمش. گفت بهش گفتم، خیلی هم خوشحال شد. هر بارم که هم دیگر دیدیم به شدت دوستانه و محترم بود. خب این نشون میده که متاسفانه ما تو ایران عزیزمون تو سینما هنوز ما قبل نقدیم. نقد رو تعارف میفهمیم، نقد رو تندیش و توهین میفهمیم، یعنی نقد رو نمیفهمیم. نقد مثبت گفتن، منفی گفتن نیست. نقد از یک فیلم خوب تعریف کردن و تحلیل کردنه. اگرم چیز منفی نداره که به زور نمیتونی بگی. فیلم های کلاسیک امریکایی اکثرشون رو میتونی بدون نقص تعریف کنی و باز کنی و تحلیلش کنی. خب
پس این چیزی که معروفه که نیمه خالی رو میبینی نیمه پر، اصلا نقد نیمه خالیه، اصلا نیمه پر نیست. تو قراره جنس خوب به آن تحویل بدی. پس به اندازه‌ای که جنس خوب تحویل ندادی، اون قسمت لیوان خالیه. من اونجا رو خواهم رفت. حالا گاهی وقتا ممکنه بخش کوچکی از لیوان خالی باشه، بخش دیگرش آب باشه، اما اون همون بخش کوتاه کوچک نابود کنه اثر رو، پس به کمیت هم نیست. نقد برای من میدیوم منه، تفریح من نیست، سرگرمی من نیست، میدیوممه. نقد پیشکسوت نمیفهمه. واژه ها رو میشه تغییر نه پیشکسوت میفهمه نه پسکسوت میفهمه. واژه ها مال مسئول فراستیه، شوخی هم نداره. تو میدیوم نقدشه، به هیچ آدمی هم تو این نکرده، نمیکنه، نخواهد کرد. بسیار خوب. ولی با فیلم بعد شوخی نداره و همون واژه ها. عصبانیتون کردن؟ جا؟ عصبانیتون کردن؟ نه، مگه من عصبانی گفتم؟ نه، من یه خود قاطع گفتم که کات چندی که باشه، خیلی ممنون. حالا من یه موضوعی برام خیلی جذاب و مهمه، اونم این که نگرش سیاسی شما در این مدل نقد کردنتون چقدر تأثیر داره؟ قطعا داره. نگرش سیاسی به لحاظ تفکر سیاسی عرض نمی کنم، یعنی این چقدر در زبان بدن، زبان بیان شما، در بیان شما تأثیر گذاشته؟ حتما داره. من نگرش سیاسی به شدت عدالت خواهانه و طرفدار مظلوم هاست، کسانی که تولید رو شکوفا میکنن، کسانی که کار رو میکنن و کار تولیدی میکنن، یعنی کارگری، نه فقط کارگری، تولید کنندگان رو. و مسلماً این نگرش سیاسی مخالف دلال هاست، مخالف آن چیزیه که فیلمساز عزیز ما توی زخم کاری تبلیغشو میکنه، مخالف دلال هاست، مخالف کار نکن ها و از مردم خوردن هاست. خب این نگرش مال یه روز دو روز هم نیست. این نگرش از قدیم در من بوده، حالا شکل ایدئولوژیک گرفته، حالا ایدئولوژیه برام دیگه مطرح نیست، اما بیس قضیه مطرحه. من فکر میکنم هر جایی که مظلومی پا میخیزه باید ازش دفاع کرد، از جنبش های کوچک حق طلبانه ضد سرمایه‌داری باید دفاع کرد، ضد تروریسم باید دفاع کرد. خب این نگرش با خودش سلیقه میاره، سلیقه نگاه به جهان میاره، این یه جور جهانزیست منه. آقای فراستی، من احساسم اینه، اگه ناراحتتون نمی کنه، شما مدل لباس پوشیدنتون امشب من دقت کردم، بعد که عکس‌ها رو نگاه کردم دیدم خیلی تکرار شده، شبیه فیدل کاستروه. اگرم شباهتی باشه اون باید شبیه من باشه. آقا مینیمومش اینه که سنشون بیشتر از شما بوده. بعدش هم باشم باز اون باید. این عمدیه یا نه؟ آره، انتخاب کردم رنگی که دوست دارم، دو تا رنگ دوست دارم اونا رو میپوشم. ولی زمینه ذهنی نداره، فقط انتخاب رنگ و علاقه. آره بیشتر. ولی بهتون میاد. ولی امشب یه دفعه من احساس کردم که یه جوری مثلا مدل ریش و این اوورکوت. ابدا، اصلا من خیلی بهتر از اون لباس میپوشم، اون لباس پوشتن بلد نیست. بله. خدا بیامرزتش. یه دوری آدم حسابی بود. اگر در یک جزیره، میخوام اصلا فضا رو یه ذره تغییر بدم، اگر در یک جزیره بخوایم برین یک سال بمونین، تلفن و اینترنت هم نداشته باشین، با خودتون چی میبرین؟ 100 تا رمان کلاسیک. دیگه فیلم و اینا هم میتونین ببرین؟ نه، فقط رمان. چه چیز شما رو سر ذوق میاره؟
یک موسیقی، موسیقی کلاسیک. چه نوعی از موسیقی کلاسیک؟ کلاسیک. دو ادبیات، سه سینما. جدی؟ سینما فقط سینمای کلاسیک. من میدونم که علاقه من به کافه نشینی هم هستیم. نه. نه. بودم. قبل از کرونا. علاقه من نبودم. بلکه جایی بود که میتونستم بشینم کار کنم. یه جایی نزدیک خونم بود و طرفم شاگردم بود، آشنا بود و یه جایی بود راحت میشستم کار میکردم. خونه خیلی مساعد نبود. الان از وقتی کرونا اومده هنجوار من رفتم کافه. مگه واسه بله دیگه یه تایمی که بسته بود و نهایتاً هم واقعا خطرناکه. مهمترین فیلم تاریخ سینما از نظر شما اگه یه دونه بخواید انتخاب بکنین اولی برای شما چیه؟ سرگیجه. سرگیجه آقای هیچکاک. هیچکاک. فصل خاصی رو دوست دارین تو فصول؟ فصل بله. پاییز. پاییز رو دوست دارین. اتاقک رخ به رخ که در ارتباط با معضلات اجتماعی، معضلی که دغدغه شماست به انتخاب خودتون، چند دقیقه برای مخاطب اون صحبت بکنیم اگه امکانش باشه. من شما رو همراهی میکنم. حسین جان میتونیم بریم باکس؟ بله بفرمایید. خیلی ممنون. نورا بره لطفا. بفرمایید آقای فراستی. خب من به نظرم منهای کرونا که معضل فوری الان ماست، ممکنه واسه دیگران هم باشه ولی برای ما خیلی فوریه، غیر از این که به نظر میرسه یه قدم جلو رفتیم تو بحث واکسیناسیون و دیگر چیزهای مربوط به کرونا، اگر اینو کنار بذاریم از نظر من مهمترین معضل جامعه ما کاره، اشتغاله و برای کار باید برنامه داشت، باید کار مولد رو سازماندهی کرد و نیروهای بسیار بسیار مستعد رو به کار گماشت. کار هم که میگم کار مولده، نه کار در واقع غیر مولد که هیچ اثری در جامعه نداره. تبلیغ فرهنگ کار، قدم عملی برای کار برداشتن و به طور خیلی با برنامه مسئله کار رو در سر لوحه مسئله اقتصادی قرار دادن. اقتصاد ما فاجعه است وضعش. ما اصلا اقتصاد به معنی جدی کلمه نداریم. امیدوارم این دولت جدید متوجه این نکته باشه که به طور عینی متوجه میشه همین مدت کوتاهی که اومده. براش برنامه‌ریزی جدی میخواد، برنامه‌ریزی تخصصی جدی که در رأسش به نظر من اشتغاله. بسیار ممنون. رفتیم روی رشته ملحقه تو تحصیلی تو میگه بالیستای حرفه‌ای هم بود که چون مرسی. آقای فراستی نمیتونم تصور بکنم که شما فضای طنزم داشته باشی. من به شدت اهل شوخی شنیدنم و شوخی هم بلدم میکنم. من حتی تو نقد دو تا نقد دارم، دو فیلم ایرونی. یعنی فیلم کمدی یا فیلم نه 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 فیلم جدی. آه نقدتون طنزه. نقدم طنزه. یعنی برای فیلم جدی نقد طنز نوشتین؟ یعنی لحنم طنزه. شوخی کردم از اول تا آخر با فیلمه و حرفای جدی هم زدم. مهمترینش فیلم فروشنده است. نقد خیلی طولانی جدیه و کلی هم مفاهیم جدی توشه، اما طنز میباره ازش. آدم اهل طنزی هستم، یعنی اهل شوخی هستم. تو جمع چی؟ من فکر کنم من تو جمع که خیلی خیلی قابل معاشرتم، یعنی
خیلی آدم معمولی، چون خودم آدم معمولیم هستم و خیلی خوب جوک میشنوم و گاهی هم یادم میمونه و وقتی هم تعریف میکنم با مزه تعریف میکنم. ببین به بزرگترین فیلمساز که من میشناسم خیلی شوخ طبعه هیچکاک. بله خیلی شوخ طبعه و اصلا به نظرم هنرمندی که شوخ طبعی نداشته باشه یه جایش دراخه، یه جایش گیره. درسته. آقای فرزاد اگه کسی شما رو نشناسه و اهل هنرم نباشه چه گفتگویی باش داریم؟ گفتگویی که آغاز بشه اگه من توش جا بگیرم تو همون گفتگو میام تا اونجایی که تجربه زیستیم و سواد کمم اجازه بده. سکوت بلده. یعنی شما بیشتر شنونده هستین؟ خیلی وقتا. این نشان از چیه؟ نشان از اینکه اونجایی که حرف نداری باید خوب گوش بدی. خیلی مهمه ها، چون نکته مهمی رو شما بهش اشاره کردین، اونم هنر شنیدنه. کسی که خوب گوش نمیده خوب نمیتونه بگه، به موقع نمیتونه بگه. بعد آقای فرزاد یه جایی کلید، ببین همچنان که کلید آسمون تو زمینه، از زمینه بله که میره آسمون، کلیدش تو زمینه. من احساس کلید کلید حرف زدن تو گوش دادن. دقیقاً. بعد عصبی میکنه آدما رو. اینو میدونی کی؟ گوش دادن زیاد آدما رو عصبی میکنه، چون احساس میکنه شما مرموزی. من بعضی وقتا مجبورم توی جمع مثلا نشستم طرف میگه به نظرم همش پرت و پلاست، هیچ چی نمیگه. گوش میدم بعضی مدتی هم دیگه تعاملم تموم میشه میگم خب ببخشید من بد دارم، ولی گوش میدم. درسته. و به آدم مسن پارو زمین که پاش روی زمینه، روی خاک خداست، خوب گوش میدم. حتیش هم در نمیارم، سعی میکنم از این آدم مسن زندگی کرده که خیلی از من جلوتره گوش بدم. دوست غیر هنری هم دارین؟ من اصلا دوست هنری ندارم. آویلا جواب عجیبی. ارتباطتون با بچه ها چطوره؟ خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. زمان انجام کار تو کارتون متور میشین و با احساساتتون انجام میدین یا با تعامل با دیگرانه؟ من موقع نوشت، موقع خوندن که خب روزانه ساعت زیادی میخونم، موقع نوشتن فقط یه موسیقی میذارم که دوست دارم، موسیقی هایی که دوست دارم و می نویسم. یعنی قوطه‌ور میشی. هیچ اختباسی از جایی نداشتین؟ یعنی نمونه ای نبوده که بخواین ازش تقلید کنن؟ تقلید بکنن؟ نه. نه اصلا؟ نه. چرا؟ جوانی ها خیلی جوانی، نوجوانی که شروع کردن به نوشتن از یه منتقدی که به نظرم بهترین بود تقلید میکردم. 16 سالگی تا 20 خورده سالگی تقلید میکردم، از نوع جمله بندیش، از نوع اینکه تکلیف رو تو همون خط اول روشن میکرد. آروم آروم فاصله گرفتم و نگاه انتقادی به قضیه کردم و دیدم که نقدای این مرد بزرگ و بسیار محترم نقدای خوبی نیستن. خب با رسیدن به این منطقه لحنم تغییر نکرد، سر راست گاهی هم تیز، تیز سر راست گاهی هم تیز میخورد به این آدم. من میگم پرورشش هم همینطوری بوده. من میگم تیز و گاهی سر راست. خب ما خیلی دوام نداره. منعطفین یا قانونمند؟ و اساسا باید تعداد معینی ساعت بخونم، شوخی هم ندارم. قانونمندی؟ آره، ولی آدم به شدت منعطفی هم هستم. یعنی سفر دوست دارم. سفر یهویی چی؟ سفر یهویی اگر آدمای 3-4 تا آدمی که من باهاشون میتونم سفر برم باشن، آره. یه دفعه بلنشیم بریم رشت. نه لاهیجان معرکه است، کیف میکنم. خودتون ولی تهرانی هستین؟ من تهرانی اصلا ناجور، زیادی تهرانی. چه موضوعاتی باعث میشه که شما احساس پیروزی بکنید؟
احساس پیروزی فقط موقعیه که یه حرفی که به نظرم خیلی درسته ببینم که داره جا میفته دیگه از من مهمتر میشه. یعنی یه حرف حق و جدی داره جا میفته تو ادعا. و برای تو مهمه که این حرف خودتون زده باشین یا نه؟ هر حرف حقی؟ نه واقعا. نه. حرف درست باید دیگه بیرون از آدمه کارشو بکنه. حرف حقی که از طرف یک نفر دیگه ای زده باشه رو تکرار میکنی؟ حتما. حتما. حالتون خوب نباشه به چه کسی زنگ میزنی؟ حالم خوب نباشه به هیچ کس. تنهایی. موسیقی. کتاب خوندن. و من یادم نمیاد حالم خوب نباشه. یعنی یادم نمیاد. فیزیکالی، فیزیکی یکی دو تا چیز این اواخر پیدا شده بود. جسمی دیگه، یه آرتروز دست بگیر تا یه چیزای ناچیز کوچیک. ولی نمیتونی کلافم کنه. شیمیایی هم اصلا. یعنی من حال بد روحی بدون جسم هیچ وقت نداشتم. چرا؟ یعنی چی؟ نمیدونم چرا. چطور ممکنه؟ یعنی که شما به شده تو خودم جریاناتی در زندگیتون دارین که به شدت باهاش درگیر میشین و اجازه نمیده که یا اولویات هاتون. ولی همیشه امین علی همیشه انسان برام مهمتره. نه انسان به ما هو انسان، انسان خاص، انسانیت. نه انسان اصلا انسانیت خیلی وگه، خیلی بازه، تعیون نداره. ولی انسان برام خیلی اساسیه. یعنی من از آدمایی که خوشم میاد به خصوص از آدم های اینجایی انسان های درست حسابی هم. من از احمد محمود خیلی خوشم میاد. من ازم بهترین نویسنده ایرانیه. از زندگیش خوشم میاد، از مقاومتش، از تنهاییش، از اذیت شدنش خیلی برام عزیزه. من یه رفیقی رو تازه از دست دادم. خدا رحمت کنه. خدا همه رفتگانم رو بنوازه. اسخر عبداللهی یه نویسنده درجه یک بود و رفیق بودیم با هم. هفته یک دو بار حداقل. و چندین ساعت یا حد اکثر یک روز قبل از اینکه بره از دنیا دیدمش. اون لحظه دیدن اون برام از هر چیزی مهمتر بود. دیدن اون و بهش تسلی دادن و بهش گفتم که از خر هستی بمون، اگرم خواستی بری مثل خودت برو، سر حال خوب کات بده. رفتنش باهاتون چیکار کرد؟ یعنی خیلی دلتنگشم همچنان. خیلی عزیز بود برام. نگاه جذابیه. چون من از دست دادن خودم در طول دو سال گذشته به شدت تجربه کردم. مادرم از دست دادم و خیلی هم وابسته بودم. ولی خیلی کار سختیه که آدم اینجوری نگاه بکنه. البته امروز احساس میکنم بعد از این فراق و این از دست دادنه طبیعتاً جریان جدیدی در من به وجود اومده. ولی رسیدن به این نقطه آسون نیست. البته در جهان امروز بعد از کرونا که انگار از دست دادن یه چیز آسون تری شده. یعنی همه دارن تجربهش میکنن. دور اصلا مرگ پیش پا افتاده. بیوقار. بیوقار، مرگ وقار داشت. بله، بیوقار شد. بیوقار، بی اصول، زشت شده. بیوقار مرگ چه؟ نه زشت بود، نه بیوقار. بله. میشد باش دیالوگ برقرار کرد. الان با این؟
این ادامه ندیم. ما من خیلی دوست دارم که واقعا ساعتا این بحث و این گفتگو رو ادامه بدیم. یک بخشی داریم در برنامه‌مون به اسم آینه رخ به رخ که مهمون عزیزمون رو بدون نقاب در مقابل خودش قرار میدیم و یه سری سوال که سوال در واقع صدای ذهنی شماست که من براتون میخونم و شما محبت بفرمایید و صادقانه به سوالات در مقابل آینه به خودتون پاسخ بدید. مرسی. حسین جان آماده هستیم بریم برای آینه؟ ببینیم اصلا در میاد یا نه؟ حتما در میاد. نه مال من قسمت خودم. سوالای تو که آره. حتما حتما حس شما هم در میاد. دیگه خیلی سینماییه. این بخش به نظر من جلو آینه خیلی سینماییه دیگه. کلوزآپ هم میاد. اصلا سینمایی نیست. حسین جان اگر آماده هستی میتونیم بریم برای آینه؟ نورا رو بگیرین لطفاً. خب من با این آینه باید چیکار کنم؟ باید با خودتون روبرو بشین. روبرو، بفهم. بفهم. آماده هستین؟ بله. من با عنوان صدای ذهنی شما سوالا رو میپرسم. تو هر لذت‌های آنی برای رسیدن به اهدافت می‌گذری؟ از لذت‌های آنی؟ آره، آره، آره. تو اگر کار اشتباهی انجام بدی، خودت رو سرزنش می‌کنی؟ خودم رو نقد می‌کنم. سرزنش نه. نقد می‌کنی. تو ترس از دست دادن کسی رو در زندگی داری؟ همچنان، بله، بله، بله. تو فکر میکنی برای رسالتی به این جهان اومدی؟ آره اومدم به هم بریزم. بهش رسیدی؟ تو مسیرشم، رسیدن در کار نیست. مهم مسیره. تو با داشتن شهرت احساس ارزشمندی میکنی؟ نه. نه. نه، تنها نکته مثبتش منفیاش زیاده. نکته مثبتش اینه که یه حرف درست بره توی جایی که باید بره، تو دل آدم ها بره، اول دل بعد سر. تو ترجیح میدی ظلم رو بپذیری یا در مقابل اون ایستادگی کنی؟ تحت هیچ شرایط. اگر در زندگی مشکلی برات به وجود بیاد احساس ناامیدی میکنی؟ من ناامیدی بلد نیستم. انسان زنده است که امید داشته باشه برای زندگی، امید داشته باشه برای تغییر. اول تغییر خودش و بعد تغییر جهان. جهان خیلی بزرگه. وقتی میگیم تغییر جهان یعنی تغییر یک گوشه کوچک، یعنی دور و بر. اگر مسعود فراستی 30 ساله رو در آینه ببینی بهش چی میگی؟ بهش میگم را برو، درستر را برو، محکم باش، مسیر تو برو. اگر بخوای با خودت 1 دقیقه در آینه صحبت کنی چی میگی؟ خیلی بیش از این باید کار کنی، خیلی بیش از این باید آدم باشی، خیلی بیش از این باید از آدم های پارو زمین واقعی یاد بگیری و بهشون احترام بذاری. شجاعت میخواد که بعد از این همه سال پای نقد خودت بشینی و با خودت صریح باشی. تموم حرف آینه همینه. خود خودت رو بدون هیچ پرده‌ای ببینی و سوالاتو جواب بدی. خیلی اهل فرارن، ولی اگه بمونی و جواب بدی تصویر تازه‌ای از زندگیت شروع میشه. مهمان برنامه‌مون تازه از این جنگ بیرون اومده که دعوتش میکنیم به نفس تازه کردن. توی کافه حالا هوای گرمتری منتظره.
اسبابازی ها چیه؟ این اسبابازی ها رو گفتیم ما قبل بده؟ نه، ما قبل سنه، یعنی ما قبل سن من و توه. حالا ولی مثلا من دو شرخه خوشم. حالا به اسبابازی بودنش دقت نکنید. آه الان اگر شما منبع مالی کافی در اختیار داشته باشید که هر کدوم از اینا رو بتونید بخرید. حالا چرا این؟ خوشم میاد، من از فارکس خوشم میاد. اگر باش بخواییم برین سفر کجا میریم؟ که قطعا گیلان. من اهل غذاهای محلی هستم. به شدت من به شدت منتقد خیلی خوب غذا یعنی غذای قیافت دیدنی بود خیلی خوب غذا رو هم نهر بکنم به شدت و نه رحم و غذای رشتی غذای گیرانی آشان غذای گیرانی هست بیشتر سیر داره غذایش آه اصلا بدون سیر من این هم و سبزیجات بی‌نظیر باقلاقاتو غذا محبوب هم نیست ولی پوشیدن چرا خیلی خوبه و برش انار میشون دوست دارم غذای رشتی همه رو دوست دارم تو رشتی رستوران رفتی چهار مدل غذا تست کنم نو چی بلایی سر شما بود تست کردی که نقد کنیم بگیم بد بوده بعدی بیا احتمالا نقد غذا رو دیگه واقعا رحم کنیم چجوری میشه؟ دستبافت رو نقد میکنیم یا غذا رو؟ غذا باید باشه دیگه غذای باشه که اگر قراره یه خورش شماری من بخورم باید خوب باشه یعنی باید مزاهاش خوب یعنی چی در غذا ببینیم خوب یعنی این که مثلا فیلم بلدی دو دقیقه اول اوپنینگ فیلم در نیومده اینه عاشق اول من میشه عاشق اول یه خورش لقل شله در نیومده جا نیفتاده آقا این دیگه خیلی سلیقه‌ایه یکی مثلا شور دوست داره نمیشه نه وقتی تو رفتی رستوران غذایی که میپذی بس هر کسی که یه جور نمیپذی یه غذا میاری درست شد یه غذا میاری خورش مثلا هرچی درست شد خب اون باید درست باشه یعنی باید جا افتاده باشه باید یه چیش نپخته نباشه باید پختنش از یه حد بیشتر نباشه آه نقد پختشو شد این میشه نقد کرده انسان میره دیگه دیگه چی رو نقد میکنیم؟ الان فیلم رو که ما میدونیم غذا رو من نمیدونستم امشب فهمیدم دیگه در چه موردی حساسیت نقد داریم؟ هنره و غذا سومیش نه با آدم ها کار ندارم هر جور میخوام بپوشن هر جور میخوام حرف بزنن کار ندارم اگه ازم نظر بپرسن راست میگم من نقد میکنم به اندازه ای که طرف ظرفیت داشته باشه فکر نکنم به این فکر کنین انصافا خوب نه قبول نمی کنم که شما به ظرفیت آدم ها برای نقد فکر کنین چرا به شما تو نقد کنم نقدتون میکنین دیگه شما نقد انجام میدین نه من نه. برای نقد شأنی قائلم به هر کسی نقد نه نه منظور این نیست که شأن قائل نیستین نه 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 به این وقتی میگم شأنی قائلم یعنی به آدمی که 30 ثانیه اول میفهمه غیر قابل نقده اصلا نقد نمیکنه یعنی الان شما یک فیلم ببینین که احساس بکنین کارگردانش غیر قابل نقده نقد نمیکنین فیلمو نه اون که وادار میشی تو هفت هر آشغالی رو نقد کن اون که نشد حرف نه کلن عرض میکنه نه من چیزی رو که قابل نقد نباشه چه آدم چه اثر نقد نمی آه قابل نقد نباشه یعنی اصلا در حد نقد نباشه مرسی یعنی ما قابل نقد باشه آدمه هم میگه که خب مثلا این ارتباطی به ظرفیت طرف چرا دیگه داره؟ بخشیش ظرفیتی آدمی که احساس کنم که غیر قابل نقده ابدا بهش نمیگم برای چیش در روه خب بسیار عالیه شما دستپختتون خوبه؟ اگر غذا بپزم چون مدت هاست نمیپزم دستپختم خوبه کدوم وعده رو میپزین و روش خیلی وقت میذارین؟ صبحونه نه صبحونه که آره خوبم یعنی تو تخمه و نیمرو و املت و اینا خوبم دیگه چی بلدم؟ خیلی چیزا بلد بودم الان تمرین میکنم پاستا بلد بودم اسپاگتی بلد بودم هنوزم بلدم اینا هم به خاطر اینکه تو ایتالیا درس خوندین آره کباب دیگی بلد بودم هنوز بلدم خوبم
همه رو احتمالا توش سیر میریزین دیگه. من اصلا غذایی که سیر نشته باشه غذا نیستم. اصلا غذا باید سیر من باشه. یه سیر دارم آقای فرزتی که مادرم انداخته بوده مال 43-44 ساله میشه. اون دیگه داروه. داروه. چیز عجیب غریبیه. چه خوب. یه بانک هست. براتون حتما یه شیشه میذارم کنار. چیز خاص عجیب غریبیه. موسیقی رو خاموش هم میکنیم؟ من شنیدم خاموش نمی کنیم. روشن میکنم. بعد روشن میکنیم میمونه. از خونه میریم بیرون برمیگردیم همچنان روشنه. خب تموم نمیشه؟ این چجوریه؟ رو ریپیت میذاریم. یه آهنگ رو ریپیت میذاریم؟ نه نه نه. یه آهنگ نه. کل... یه کلکسیون مثلا 20 ترک از یه آدمی که دوست دارم میره. یعنی احساس میکنه اگر از خونه خارج میشین همین که در فضایی که زندگی میکنین این موسیقی همچنان ادامه داشته باشه حس بهتری بهتون میده وقتی وارد اون فضا میشه. آره وقتی میبینی آه همون موسیقی داری مثل خونکی میمونه. نه باری کردی خونکی دلپذیر. آره من الان یا مثل این که آدم دوست داره فضاشو نیمه تاریک بکنه یعنی اونقدی روشن باشه. یا توی زمستون خیلی گرمه موسیقی بر گرم میکنه. گرم میکنه در تابستون خنک میکنه در زمستون گرم میکنه. حسش کردم. حسش مهمه. حسش کردم. همینه. حسش کردم. شما چرا فیلم نساختین؟ برای که نقد مهمتره برام. من مدیومم نقده. اگه تهیه کننده بودین و دستتون باز بود از البته اینو میدونم دیگه سوال هیچ کاکو میذاشتیم برای کاری. نفر دوم کی بود؟ جان فورد. جان فورد بعدش هم برگمان. برگمان کوروساوا هم میدونم دوست داریم. آره جزوه کسایی که کتاب در بردن دقیقا منم دارم به همون اشاره میکنم. کارگردان ایرانی؟ هیچ کدوم. نقش اولتون رو کی بازی میکنه؟ نقش اول چی رو؟ فیلم شما رو که تهیه میکنی؟ خودم. خودتون بازی میکنی؟ من فیلم نمیسازم. تخیل نکنیم محبوب ترین بازیگر شما ایرانی خارجیش مهم نیست. چند نفره؟ چند نفره؟ خب بگین. چون من فکر نمیکنم دیگه با حساسیت شما فکر نمیکنم بیشتر از 4-5 نفر باشن دیگه. بقیه کری گرانت، هنری فونداس، جیمز استوارت، لینو ونتوراست. لینو ونتورا یه فیلم داره به اسم ارتیست سایه ها. اگه ندیدی ببین دیوانه کننده است. ارتیست سایه ها رو ندیدم. ولی لینو ونتورا خب بازیگر عجیبیه. خیلی عجیب. لغتت خوب بود. بازیگر عجیب. خیلی عجیب. اون الان که اسم این بازیگرای همین عزیزانی که شما فرمودین رو خودشون میذارن دیگه. میگن یه ذره شوخیه. شوخیه. منم قبول دارم شوخی. هر بازیگر جای خودش داره. من منظورم در واقع در نظر نگرفتن اونها نیست. امیرعلی بازیگر مانکن نیست. بازیگر خیلی چیزا نیست. مبلغ نیست. مبلغ فلان لباس و فلان عطر و فلان سیروپ نیست. بازیگر بازیگره. اونجا زندگی میکنه. البته من خودم این کارا رو کردم آه. ولی من نظرم رو جو بازیگر شانی داره. من نگاه هم اینه که چون من اصلا همه چیزو من به شما اصلا از تبلیغات اومدم در به سینما. خب اون سریت رو گذروندی. ببین همه چیزو نباید به پول فروخت. خیلی چیزا رو راحت فروخت. من نمیفهمم این کارهایی که بعضی از بازیگرهایی که تازه دارن بازیگر میشن میکنن. یعنی الان شما فکر میکنید که اینقدر میلیارد گرفتم حالا گرفتم الان فکر میکنم فلان دلال حرفه‌ای خیلی بیشتر دارم. چرا اومدی تو این مدیوم؟ در سینمای جهان هم این کارو میکنن ها. ببین عزیز یعنی وقتی که چهره میشن ببین مثلا کلونی اسپرسو نسپرسو تبلیغ بله به اون فرهنگ هیو جکمن مونبلان تبلیغ میکنه به اون فرهنگ میخوره اون فرهنگ میخوره به حد نگه میدارن در و دیوار رو پر نمیکنن از چیزایی که در فرهنگ ما نیست و بازیگر خیلی از بازیگران تو اون ورم
نمیکنن از این کار. یک رومی پیدا میکنی، چهار تا دیگه پیدا میکنی، ولی بازیگر کلاسیک یک مورد پیدا نمیکنی از این کارا. درست. یعنی الان من که دارم اجرا میکنم بهش نقد وارده یا نه؟ اجرا رو زبا میدونم. تو داری اجرا میکنی، باید وقتی داری اجرا میکنی باید مجره خیلی خوبی میشه. مجره خوبم یعنی سکوت خوب داشته باشه. البته من دنبال این نبودم که از شما تایید بگیرم بعدم بگم تغییر باشه، ولی میخواستم واقعا اینا رو بدونم. اگر بخواین آخرین نقد زندگیتون رو بنویسین چی می‌نویسین؟ زنده با درخت. در همی حد؟ آره. باید در عرض زندگی کرد. طولش کمه. هر چقدر هم هست کمه. قشنگ بود واقعا. حسام کمه. ولی خیلی سخته تو عرض زندگی کردن. به نظرم خیلی ها بلد نیستن. نگاهتون به مقوله خداحافظی چیه؟ باید خوب خداحافظی کرد. یعنی باید خوب کات داد. چه خداحافظی با زندگی، چه خداحافظی با یه دوست، با یه آدم نزدیک. خوب باید خداحافظی کرد. به موقع باید خداحافظی کرد. با احترام باید خداحافظی کرد. با خوش حالی باید خداحافظی کرد. خیلی سخته. میدون. چجوری میشه با خوش حالی خداحافظی کرد؟ چون خداحافظی حالا دردناکه. خب خداحافظی معمولا. ولی تایمش رو باید فهمید دیگه. تایم این زندگی اینقدر بوده. تایم این رفاقت اینقدر بوده. اندازش اینقدر بوده. ازش پشیمون نیستم. خداحافظ. سر پا باشی برون جلو. زندگی هم همینطوره. باید خوشگل خداحافظی کرد. باید خوشگل زندگی کرد. خوشگلم رفت. کاتب موقع داد. با لبخند. گفتگوی خیلی جذاب شد. برای من واقعا خیلی شیرین بود. یک که نه چندین وجه متفاوت و عجیب از شما دیدم. عجیبش بازه بود. واقعا عجیب بود. خیلی خیلی. و خیلی ممنونم از شما که اینقدر باز و راحت. من خیلی لذت بردم. همینطور مطمئنم بقیه بچه ها. ما یک بخشی از سوالاتی که از شما من پرسیدم و طراحی شده بود توسط مشاور درمانگر روانشناس برنامه، یک مبحث خیلی جذابی است به نام تیپ شناسی، تیپولوژی شخصیتی، که در لابلای این سوالا تیپ شخصیتی شما رو در میاره. ولی اعلام نمی کنیم. در خدمت اختیار شما خواهد بود. دانیال رو میاری پاکتو. اینم البته میدونید تیپ شخصیتی در طول سالیان در آدم ها تغییر میکنه. اینم باشه خدمت شما. نیاش بعدم بکنم. بله بله. خیلی هم خوشرنگه. خوشرنگتر از اونه. این رنگی خوبه. بهش فکر نکرده بودیم ولی اونم باید بکنم زرشکی بشه. البته این خیلی رنگ خوبیه. بله. مخلص. بزرگوارین. در اختیار شماست. اگر موضوعی هست بفرمایید. نه امیدوارم برنامه همین جور که تمام پشت صحنه سر باست و تو همینجوری عمل کنی. خیلی خیلی ممنون. سر پا باشید و همینجور بشاش رو به جلو. خیلی ممنونم و لذت بردید. وقت خداحافظی تمام حرفایی که گفتی و شنیدی رو مرور میکنی و یهو با خودت میگی کاش مهمانیمون ما قبل بد و ما قبل نقد نبوده باشه، یا نکنه آداب میزبانیمون در نیامده باشه. آخرم آرزو میکنی همه حس و حالی که تو این برنامه ساختیم به شما برسه که حسش کنین و دوستش داشته باشین، و این تنها لذتیه که تمومی نداره. آخر برنامه است.
آخر دوستیمون نباشه. منتظرمون بمونیم.